چرا بیشترین تحریف تاریخی درباره سلسله های پهلوی و ساسانی شده است؟ کوروش از تهران. آقای باوندیان، این نوشته متعلق به نسلی است که معتقدید جان به جانش کنید مسلمان است. روشنگر نسل سوخته. من فرزند نسل انقلاب هستم. از هنگامی که به مدرسه رفتم همواره یک تضاد در فرهنگ و جامعه ایران می دیدم و برایم موجب سردرگمی بود. هنگامی که در کلاس تاریخ پنجم ابتدایی به سلسله ساسانیان رسیدیم و خواندیم که در دوره ساسانی طبقه بندی اجتماعی بوده و قیام مزدک به وسیله انوشیروان سرکوب شد و استدلال می شد که او عادل نبوده است. سپس حمله تازیان مسلمان در زمان یزدگرد سوم با آب و تاب نوشته شده بود و دلایل پیروزی آنها هم از قبیل باور به خدا و برادری و همچنین ظلم و فساد پادشاهان ساسانی و افتادن درفش کاویان به دست مسلمانان در جنگ قادسیه، برایم این پرسش پیش آمد که باید طرفدار ایران باشم یا لشکر اسلام. راستش ته دلم طرفدار کشورم بودم، اما احساس گناه بچگانه‌ای هم داشتم که خدا حتما می فهمد و ممکن است مرا دوست نداشته باشد. هرچه به کلاس‌های بالاتر رفتم و همچنین کتاب‌های پراکنده دیگر خواندم و رادیو تلویزیون گوش کردم، هرچه شنیدم 450 سال سلسله ساسانی تمام خلاصه شده بود به سرکوب قیام مزدک و کشته شدن خسرو پرویز به دست شیرویه. نه کسی به ما گفت در آن زمان کشاورزان بیمه خشکسالی داشتند، نه کسی به ما گفت پادشاهان ساسانی سد و قنات و دانشکده می ساختند، نه شنیدیم ایران از نظر معماری و پزشکی پیشرفته بود و نه شنیدیم پس از حمله اسکندر در ازای هزار سال چنان از مرزها پاسداری شده بود که پای کسی برای نسل کشی و غارت به ایران باز نشده بود. کسی هم به ما نگفت تازیان مسلمان پدران ما را کشتند و 300,000 کنیز و برده از ما بردند و در بازارهای مکه و مدینه فروختند. سدها را خراب کردند، قناتها را کور کردند و پول زور به نام جزیه می گرفتند. هیچگاه نشنیدیم قیام‌های استخر، پارس و ری، آذربایجان و گرگان و خراسان بارها در خون خفه شده. چه کسانی مدام بر روی سرکوب قیام مزدک مانور می‌دهند؟ آخوندهای با عمامه مانند مرتضی مطهری، آخوندهای کت و شلواری مانند عبدالعلی بازرگان و برخی از توده‌ای‌های بیوطن. همین سه گروه هنگامی که به سلسله پهلوی میرسند باز به تحریف تاریخ میپردازند. از دید این سه گروه، رضا شاه بزرگ که اصلا شاه نبوده، خان بوده، محمد رضا شاه هم که تنها با ساواک مشغول شکنجه مردم بوده است و شاهان پهلوی از وقتی آمده اند تنها دزدی کرده اند و آدم کشته اند تا وقتی که رفتند
همواره کوشیده شده از فرد بیکفایتی مانند احمد شاه قاجار که سالی 15,000 پوند از دولت انگلستان حقوق می گرفت و بیشتر وقت خود را در اروپا به خوشگذرانی مشغول بود، چهره دموکرات و مستقل بسازند و در برابر تمام فساد و بیکفایتی شاهان قاجار سکوت پیشه کنند. پیشرفت های دوره پهلوی به حساب پیشرفت تکنولوژی در جهان گذاشته می شود و ما نمی دانیم این چه رازی است که ناگهان با آمدن رضا شاه همه چیز کشف شد و به ایران آمد و با رفتن محمد رضا شاه هم جهان دچار پسرفت شد و ایران هم در نتیجه آن افت کرد. رژیم پهلوی تنها رژیم سکولار پس از اسلام در ایران است. شواهد آن آزادی پوشیدن و نوشیدن، آزادی زنان و رفع تبعیض جنسی و مذهبی، قوانین مدرن دادگستری به جای شریعت است. اما همواره کوشیده شده است با نشان دادن عکسی از شاه در حج و داستانی از دوران کودکیش او را شخصی خراف پرست و اسلام پناه که مسئول 1400 سال فقر فرهنگی در ایران است معرفی کنند. جالب است کسانی که او را متهم به این چیزها می کنند خودشان هنوز دخیل به آخوندهای اصلاح طلب بستند و گروهی که نام ملی مذهبی را یدک می کشند خودشان از مالکشان اسلامی هستند. بعضی از آنها که ادعای ملی گرایی هم دارند به ما نگفتند چرا تجزیه طلبان بیشترین ناسزاها را به رضا شاه می گویند. درد مشترک این سه گروه چیست؟ هر سه گروه ضد ناسیونالیست ایرانی هستند. آخوندها نماینده اسلام ارتجاعی و آخوندهای کت و شلواری به عنوان مالکشان اسلامی هر سه گروه را به هم پیوند می‌دهد تا به سلسله ساسانی به عنوان آخرین نماد ایران باستان و سلسله پهلوی به عنوان ناسیونالیسم نوین و توسعه‌گرا به مخالفت برخیزند و تاریخ را تحریف کنند. شیرزادگان معتقد هستند هیچ حکومت و سلسله‌ای و دورانی پس از حمله اعراب بیابانگر وحشی و میهن برباده و واپسگرا بیشتر از سلسله پهلوی و آن هم در مدت کوتاهی به سه اصل سکولاریسم، مدرنیسم و ناسیونالیسم توجه نکرده است. پاینده، ایران و ایرانی